بینندگان عزیز تلویزیون تیش، در خدمت جناب آقای عباس ماهیدی هستیم، نیویورکیست بزرگ که قصد داریم در برنامه امروز چند سوالی راجع به هنرشون، فعالیتاشون و همینطور جنبه‌ای از سیاست که ایشون با اون هم سر و کار دارن ازشون چند تا سوال کنیم. در واقع مزاحم وقتشون شدیم فقط به خاطر کار که مدیر خدمتشون. آقای ماهیدی، به عنوان اولین سوال از خدمت شما، شاید مقدمه خوبی باشه، نمیدونم، فرق کار هنری بین ایران و خارج از ایران، خصوصا اینجا که شما هستید، چه هست؟ فرق کار هنری، تفاوت کار هنری که اونجا میکردید با اینجا؟ در اروپا من از موقعی که آمدم بیش از بیش خودم رو مدیون فرهنگ ایرانی دونستم، برای همین اینجا هم امکاناتی در اختیار بنده گذاشت که برم دنبال این فرهنگ و این رو چسکا ببینم اصلا چه مطلب تازه تری میتونم توی کارام ایجاد بکنم. به این خاطر در ابتدا آمدم یک نام نویسی کردم در دانشگاه سوربن قسمت پاریس 4 برای تاریخ و هنر قرن 16 و چند یکی دو سال هم ادامه دادم و این خودش باعث شد که به گنجینه آثار هنری ایران در اروپا دسترسی پیدا بکنم. به اون کتابخانه ملی فرانسه بود که مدت یک سال من هر روز از صبح میرفتم تا ساعت 5 بعد از ظهر روی این نسخه های خطی که تصاویر توسط اساتید هنر ایران، و یعنی وقتی از ایران صحبت میکنم یعنی جهان ایرانی، که این میتونه در هرات باشه، میتونه در سنندج باشه، میتونه در اون تا مرز چین از این فرهنگ، و این رو چیز کردم. روی این مسائل هم باعث شد که تحقیق کنم، ولی چون زیاده از حد مانع از نقاشی من میشد، ناگزیر دیگه همونجا به همین حدود یه مقدار اطلاعات عمومی در زمینه هنریان اکتفا کردم. بعد در سال 1973 اون موقع در محلی بود به نام سیت دزر، اونجا زندگی میکردم، یعنی خانه بود که مخصوص هنرمندانی که از خارج میامدن اونجا، در اونجا بودم. و یه روز توی جعبه نامه هام یه نامه دیدم که اگر دوست دارید در یه فلان اکنمایشگاهی در شهر نیس هست، اگه خواستید میتونید اونجا شرکت کنید. منم یه دوتا تابلو رو بردم در همین راه آهن همین نزدیک اینجا گاردولیون و 15 فرانک هم بابتش دادم و اینا رو پست کردم به نیس. دو سه ماهی از این مطلب گذشت، دیدم که یه روز یه پاکتی برای بنده رسیده و خیلی سنگینه. بازش که کردم دیدم یک دونه مدال بسیار ترتمیز توش هست، مدال دوم به اصطلاح نمایشگاهی که نمایشگاه بین‌المللی بود به من تعلق گرفت. این خودش باعث شد که بیشتر تشویق بشم، چون اوائل جرأت نمی کردم، ولی که در پاریس یعنی دنیای هنر، یعنی اصلا دنیای هنر و فرهنگ دنیا هیچ جایی به این اندازه چیز نیست. با این که هنرمندا از نظر مالی اکثر اوقات در مزیقه هستن، ولی ترجیح میدن اینجا بمونن به جاهای دیگه نه. روی این هست نقاشی کردم و همون و روز به روز این یک چیزی بود، یک رابطه بود که من رو به ایران وصل میکرد و سعی کردم و هنوز هم که هنوزه توی تمام کارهای من اثری از ایران هست. میدونین، یعنی دیدم نقاشی ها رو خیلی مورد چیز تحسین قرار میدم، مال همه دوره ها رو، ولی من خواستم همیشه یک نقاش ایرانی باشم و هنوز ادامه میدم همین کار، چه در زمینه مینیاتور چه در زمینه نقاش. اول با نقاشی شروع کردم سن 12 سالگی در ایران. اون موقع خدمت آقای استاد آشتیانی که شاگرد مدرسه کمال الملک بود، اونجا هفته یک بار میرفتم خدمت ایشون و نقاشی رو فرا میگرفتم. بعد دایی مادر من شادروان استاد پور داوود
وقتی که ذوق من رو در زمین نقاشی دید به من توصیه کرد که نقاشی ایرانی رو هم یاد بگیرم. روی همین اصل یادمه یکی از این روزها دکتر بهرام فرهبشی یا شادروان که از شاگردان ایشون بود، ایشون مأمور کرد که من ببره خدمت استاد بهزاد، که رفتیم اونجا و استاد هم پذیرفت که شاگردی ایشون رو به عهده بگیرم و مدت زیادی در خدمت استاد بهزاد کار کردم و در همون زمان کار نقاشی و مجسمه سازی رو در هنرستان کمال الملک به هنرستان پسران ادامه میدادم. بعدم آمدم دانشکده هنرهای تزئینی، تخصصم رو رشته مجسمه سازی گرفتم و با مانسیون اعلی موفق شدم که دیپلمم رو بگیرم. و این بود سرگذشت کوتاه روز احوالات هنری بنده. آقای مهیری، مینیاتور هم مانند بقیه نقاشی شامل سبکای ناتورالیسم و اکسپرسیونیسم میشه یا یه قالب جداگانه؟ نه، اون یه قالب جداگانه داره و اون اصلا مربوط میشه به طرز فکر، چجوری عرض کنم، فلسفه و طرز فکر ایرانی که مربوط می شود به گذشته خیلی دور، به طرز فکر زرتشتی، طرز فکر مانوی و و و و و حتی مادر مینیاتور ایرانی رو منده کتاب های مانوی می دونم و اون آثاری که در تورفان پیدا شده. وقتی که شما مقایسه می کنین می بینید همون سمبول ها که در آثار مانوی رعایت شده در دوره های اسلامی هم همون سمبول نماد ها به کار رفته، مثل رنگ طلا که معرف نوره یا رنگ آب رو که نقره با نقره رنگ آمیزی می کردن معرف پاکیست، و سرو، درخت سرو که علامت نامیرایی است و اصلا سرو کاشمر که خودش چیزش کاشته شدنش مربوطه به زرتشت، به زرتشت میرسه و این هاست. آقای مهیری، از این تابلوهایی که در اینجا در دانشگاه هست کدومشون خودتون بیشتر میپسندید؟ من هیچ نقاشی فکر نمی‌کنم بتونه راجع به تابلوهاش نظر خاصی بده، همه مثل بچه های آدم هستن. من بچه هایی دارم در چهار گوشه دنیا از سوئد گرفته تا امریکای جنوبی، همجور پخش و پلا هستم. همجور پخش و پلا هستم. آقای مهیری، تا چند اندیشه های سیاسی شما تو تابلوها اثر دارن و از اونا استفاده شده برای شکل خاصی از اون؟ مثلا ببینید، من اندیشه سیاسی رو خیلی زیاد توی نقاشی دخالت نمیدم، به دلیل اینکه ممکنه طرف رو، یعنی بیننده رو گول بزنه. ممکنه یک نقاش خیلی بدی مثلا یه مشت گره کرده بکشه بگه مثلا این سمبول آزادیه و بعد با این سیستم مردم رو بفریبه. تا حدی که بشه البته چیز ندارم، دریغ ندارم.